این هفته با الهام عرب خواننده جوان ساکن لس آنجلس گفتگو میکنم. او که چند سالی از ایران خارج شده، فعالیت‌های هنری خود را در آمریکا ادامه میده و یک آلبوم موسیقی منتشر کرده که با واکنش‌های مثبتی از سوی هنردوستا همراه شده. در دقایق آینده درباره پروژه‌های تازه این هنرمند گفتگو میکنیم. بارون دریا اسم تو چی باشی؟ از تو میگم تا جهان زیباشی. چشمات دریاست مثل یه رویایی. آروم میشم وقتی که اینجایی. پشت پنجره میای و نفس دنیا میگیره. لب که وا میکنی این شهر لهجه دریا میگیره. نکنه پیشم نمونی وقتی جاده تو غباره. هنوز همه امید منی، چه طلوعی تو چشاته. تو خود بهار عمر منی، رنگ بارون تو صداته. من و تو که اهل گم شدنیم، نگو فرصتی نمونده. نرو که نسیم پر زدنه خانم الهام، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. من هم عرض درود و احترام خدمت شما و همینطور بیننده های خوب شبکه وی او ای دارم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید اوقاتتون به خوبی و خوشی سفری بشه. خیلی خوشحالم که این موقعیت پیش اومده تا درباره ترانه ها و آهنگ های جدیدتون صحبت کنیم. ولی اگه امکانش باشه در ابتدا کمی درباره خودتون صحبت کنید تا بیننده ها بیشتر باهاتون آشنا بشن، مطالبی که مایل هستین در این برنامه مطرح کنید. من از کودکی به موسیقی علاقه داشتم و همیشه میدونستم که یک روزی قراره که خواننده بشم و بخونم و میتونم بگم که بزرگترین رویای زندگیم بوده این رویا. و خیلی خوشحالم که الان در کشوری زندگی میکنم که برام این امکان فراهم هست و میتونم بگم که مشوقین اصلی من پدر و مادرم بودن که هر دوشون خودشون اهل موسیقی هستن و من و فرزندانشون رو همیشه به سمت موسیقی هدایت میکردن و دیگه با مهاجرتمون به امریکا این اتفاق افتاد و من در خدمت شما هستم. خیلی کنجکاوم بدونم خوندن رو از چه زمانی شروع کردید؟ این علاقه به موسیقی از چه زمانی شروع شد و در چه کلاس‌هایی، در چه دوره‌هایی شرکت داشتین؟ بله، من از 13-14 سالگی علاقه من شدم به آواز و خوانندگی که از همون موقع یادم با یک دفتر شعری شروع شد که خودم تمام ترانه‌هایی که دوست داشتم می‌نوشتم، می‌خوندم و برادرم که کیبورد می‌زد و همینطور دوستان دیگه با اونا همراهی می‌کردم و تمریناتم از اون زمان شروع شد. ولی از سن 20 سالگی بود که یک دوره‌ای رو خدمت سرکار خانم پریسا که بانوی فرهیخته هنرمندی هستن که همه ما ایشون رو میشناسیم و خدمتشون احترام و ارادت داریم، کلاس رو پیش ایشون گذروندم به مدت حدود 2-3 سال که آواز سنتی رو کار کردم و در لس آنجلس هم در پیرس کالج با استادی به نام خانم دکتر آواکیان چند دوره در حقیقت موسیقی کلاسیک رو کار کردم، سبک های آوازی کلاسیک رو کار کردم. در ایران خانم ها اجازه خوندن ندارن، محدودیت های زیادی در عرصه موسیقی برای بانوان وجود داره. شما با چه انگیزه اونجا به این کلاس ها می رفتید و فعال بودید؟ چون امکان فعالیت رسمی که وجود نداشت، دل سرد یا ناامید نمی شدین؟
چرا دقیقا موضوعی که اشاره فرمودی، خب این یکی از دغدغه های تمام خانم هایی هستش که علاقمند به خوندن هستن و من هم اینو میدونستم و چرا بارها و بارها هم به خودم گفتم خب این زحمتی که دارم میکشم، این راهی که دارم میرم برام پایان خیلی مشخصی نداره، ولی از اونجایی که من فکر میکنم همه هنرمندا برای دل خودشون کار هنریشون رو دنبال میکنن، دیگه مهم نیستش که واقعا چقدر قراره اون هنر براشون پول بسازه، براشون اعتبار بیاره، آیا اصلا بتونن ارائهش بکنن یا نه. و من هم مثل خیلی از بانوان دیگه سرزمینمون خب با همه این موانع و چالش ها مواجه بودم، ولی میگم برای دل خودم دنبال میکردم و نمیدونم، همیشه یه احساسی به هم میگفت که یک روزی میتونم به طور جدی و حرفه‌ای این راه رو دنبال کنم. و از اونجایی که به هر حال همیشه اعتقاد دارم که رویاها و خواسته هامون یک روزی اتفاق میفتن، این اتفاق برای من افتاد و خوشحالم که تونستم این کار رو شروع بکنم و امیدوارم که بتونم به خوبی هم ادامه بدم. گویا همسر شما هم هنرمند هستن، در زمینه موسیقی فعالیت میکنن، ممکنه در این باره توضیح بدین؟ بله، همسرم امید سیاره هست که ایشون هم دانشگاه تهران تحصیلاتشون در زمینه موسیقی بوده، آهنگساز هستن و تنظیم کننده که ساز اصلی ایشون هم سنتور هست. ایشون هم همینطور در خانواده بزرگ شدن که تمام خانواده اهل هنر هستن، پدرشون شاعر بودن، برادرشون همینطور. و زمانی هم که مهاجرت کردیم دو تا از آثار ایشون در فستیوال هالیوود میوزیک این میدیا اواردز نامزد شد برای دریافت جایزه و به مرحله پایانی رسید، که ژانری هم که ایشون کار میکنن هم موسیقی پاپ هست، هم ارکستر سمفونی، هم سنتی. میدونم شما با هم همکاری هم دارید، گویا ایشون نقشی دارن در فعالیت‌های شما، مایلید به این نکته هم اشاره بکنید؟ این همکاری در چه چارچوبی صورت میگیره؟ اولین آلبوم من که منتشر شد چند وقت گذشته، آهنگساز و تنظیم کننده آثار اون آلبوم تمام آثار ایشون بودن و دیگه خب با شناختی که از روحیه من دارن سعی میکنن که کارهایی که بهشون علاقه بیشتری دارم رو برام انجام بدن، یا اینکه دیگه چون در کنار هم هستیم خب میتونم نظرات و سلایقم رو باهاشون در میون بذارم و امیدوارم که حاصل کار کاری بشه که دوستان و طرفداران بپسندن. یه سوال شخصی مطرح میکنم، حالا شما بر صورت که مایل هستی جواب بدید، مشکلی نداری با هم کار میکنی؟ یعنی دچار اختلاف نظر نمیشید؟ کارا چطور پیش میره؟ خب این یه اتفاق خیلی طبیعیه جناب مکری. به هر حال همکاری به هر شکلش و در هر زمینه‌ای باشه، چه هنری چه غیر هنری، خب هر کس یک نظری داره، یک سلیقه‌ای داره و همسو شدن این علایق و سلایق با همدیگه خیلی هم کار راحتی نیست و خب طبیعتاً برای ما هم این چالش ها به وجود میاد، ولی خب سعی میکنیم به هر حال با گذشت و با اون شناختی که از همدیگه داریم مسائل رو حل و فصل کنیم و به شکلی جلو ببریم که همه چیز خوب و آروم باشه. چه زمانی به آمریکا مهاجرت کردید و به لس آنجلس رفتید؟ زندگی در شهر فرشته ها چطوره؟ خوش میگذره؟ راضی هستین؟ ما تقریبا حدود 4 سال هست که مهاجرت کردیم و خب شهر فرشته ها شهر قشنگیه، واقعا خیلی مزایای زیادی داره، ولی دیگه خودتون میدونید که زندگی مهاجرت بسیار سخت، مشکلات مخصوص خودش رو داره که تمام کسانی که مهاجرت کردن الان متوجه صحبت من میشن که به هر حال اتفاق راحتی نیست، چون آدم پا در راهی میذاره که یک سمت بزرگش ناشناخته هست و نمیدونیم که چی قراره پیش بیاد. به هر حال ما هم سعی کردیم که با این مهاجرت تلاش خودمون رو داشته باشیم، شاید بیشتر از گذشته، که حداقل بتونیم
به خودمون ثابت بکنیم که اگر یک چنین حرکت بزرگ و سختی رو انجام دادیم، نتیجهش نتیجه بهتر از زندگی قبلیه که به هر حال در کشور خودمون داشتیم. نه اینکه اونجا هم زندگی خوبی نبود، ولی آدم به هر حال دلش میخواد به خودش ثابت کنه که این همه سختی باید یک نتیجه و برایند خوبی داشته باشه. نگاهت را از ما نگی، سفرم شو بال من باش تا همیشه، آرزوم با تو باشم از تو اما نمیگم، مال من باش تا همیشه. چه زمانی تصمیم گرفتید دیگه به صورت جدی در عرصه موسیقی فعالیت بکنید، یعنی خواننده باشید و وارد صحنه بشید؟ از روزی که داشتیم مهاجرت می‌کردیم و می‌اومدیم آمریکا، من دقیقاً این رو می‌دونستم که قراره بخونم و این فعالیتم رو اینجا شروع بکنم. ولی زمانی که اومدیم تقریبا میتونم بگم یه حدود یک سال و نیم دو سال بعد از اون، دو سال بود که گذشته بود که من فعالیتم رو آروم آروم شروع کردم، چون اوایل احساس کردم نیاز دارم محیط رو بشناسم، اصلا خودم رو توی این محیط پیدا بکنم، چون آدم تا یک مدت زیادی دچار یک سرگردانی میشه، چون همه چیز یهو تغییر میکنه با اون مهاجرت. و سعی کردم اول خودم رو توی محیط پیدا کنم، بعد محیط رو بشناسم و آروم آروم ببینم که اصلا من میخوام چه کاری اینجا انجام بدم، به خصوص خب در حیطه موسیقی، چون فعالیت‌های جانبی دیگه خب اونقدری شاید دیده نشه توی اجتماع بزرگتر و به چشم نیاد، ولی وقتی کار هنری رو آدم شروع میکنه به هر حال یک سری مسئولیت‌ها رو به دنبال داره و آدم باید خیلی با حواس جمع‌تری کارش رو انجام بده و اهدافش رو دنبال کنه که بعد خدایی نکرده دچار پشیمانی نشه که بگه نکاش که این کارو این رو نمی‌خوندم، این آهنگ رو، اون ترانه رو انتخاب نمی‌کردم. و این بود که خوشحالم که اون فرصت رو به خودم دادم، با اینکه از اول می‌دونستم قراره این کار رو شروع بکنم، خوشحالم که این فرصت رو به خودم دادم که همه چیز رو یک کمی بررسی بکنم. و تقریبا حدود یک سال و نیم پیش بود که من اولین آهنگ جدیم منتشر شد. در اوایل که اومده بودیم چندین کنسرت و برنامه رو اجرا کردم و حضور داشتم و آروم آروم خود اون برنامه ها به من راه رو بیشتر نشون داد که خب باید به چه شکل اینجا فعالیتم رو ادامه بدم. و دیگه این بود که شکل‌گیری آلبوم موسیقیم اتفاق افتاد که آهنگ‌ها به صورت ترک یا تک آهنگ یکی پس از دیگری منتشر شد و
ماه شهریور، در حقیقت آخرین شهریوری که داشتیم چند ماه گذشته، آلبومم به طور کامل منتشر شد. درباره همین آلبوم توضیح بدید، چه حال و هوایی داره، چه مجموعی از آثار شما رو در بر میگیره؟ تقریبا آهنگ ها حالت رومانتیک و عاشقانه دارن و سه تا کار هستش که بازخوانی آثار گذشته و قدیمی هست که خب دوست داشتم اونها رو بخونم. یکی از کارها از کارهای استاد جهانبخش پازوکی هستش، یکی دیگه از کارها از استاد انوشیروان روحانی هست که اینها هم در حقیقت بازخوانی کردم و در آلبوم با من بخوان که اولین آلبوم من بوده و هست تا به امروز قرار داره. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، تمام آهنگسازی و تنظیم این آثار به عهده همسرم بوده. چرا این عنوان رو براش انتخاب کردی؟ چرا با من بخوان؟ چه معنا و مفهومی برای خودتون داره؟ درسته. حقیقتش یکی از آهنگ‌های این آلبوم عنوانش با من بخوان بود، ولی یه جورایی احساس کردم که اون دلم میخواد که، چون یه حسی بود که همیشه فکر میکردم یه عده آدم ها از خوندن، مخصوصا خانوم ها از خوندن ممنوع هستن در ایران، و یه احساس به خصوصی بود که وقتی گفتم با من بخوان، یعنی اینکه دلم میخواست یه پیامی رو به دنبال داشته باشه این اتفاق، که بگم یعنی همه ما میتونیم به هر حال به یک شکلی آرزوهامون رو به تحقق برسونیم و بذاریم که اون چیزی که دلمون میخواد اتفاق بیفته. حالا خب یه دم هستن در همونجا دارن با همه موانع و محدودیت ها این کار رو انجام میدن و فعالیت هاشون رو دنبال میکنن و برای من خیلی تحسین برانگیزه کاری که دارن انجام میدن، و این نشون میده که به هر حال آدم ها برای رسیدن به آرزوهاشون دست از تلاش بر نمیدارن و هر چقدر مانع هم وجود داشته باشه کارشون رو دنبال میکنن. خلاصه این بود که عنوان با من بخوان تقریبا میتونم بگم همه این ایده ها و نظرات و چیزی که در ذهن خودم میگذشت رو به دنبال داره. معمولا چه سلیقه‌ای در انتخاب ترانه ها دارید؟ یعنی دنبال چه سوژه ها یا داستان هایی میرید؟ چه نوع کارهایی رو انتخاب میکنید؟ معمولا همون ترانه های عاشقانه رو دوست دارم، ولی چیزی که به مرور که کارم رو شروع کردم احساس کردم بیشتر بهش علاقه مند هستم، مضامین اجتماعی هست. دلم میخواد بتونم به نوعی با صدام و با آثارم صدای مردمی باشم که یک چیزهایی رو شاید راحت نتونن بیان کنن، و دلم میخواد که بتونم مضامین اجتماعی رو بیشتر فعالیت داشته باشم در اون زمینه. و در آلبوم جدیدم هم که در دست دارم، یکی از آهنگ ها در رابطه با اهدای عضو هستش که یک شاعر عزیزی از ایران برای من ترانه ای رو فرستادن که در رابطه با این موضوع بود، و من دیدم که چقدر خوبه که بتونم روی کارهایی و اتفاقاتی کار بکنم و آواز بخونم که بتونه برای جامعه پیام خوب و مثبتی رو به همراه داشته باشه. و این اهدای عضو واقعا خوب چیزیه که خود من بهش اعتقاد دارم که اگر قرار باشه روزی برای آدم اتفاقی بیفته، چقدر بهتره که اعضای بدن ما بتونه برای کسی دیگه مورد استفاده قرار بگیره. و دلم میخواد که از این به بعد بیشتر روی مضامین اجتماعی فعالیت داشته باشم. درباره موسیقی صحبت کنیم، معمولاً از آهنگای شاد و پر انرژی خوشتون میاد یا سراغ آهنگای ملایم و عاشقانه میرین؟ ترجیح خاصی دارین؟ اگر که در مورد شنیدار خودم در نظر بگیریم، خب به هر حال آدم در طی روز حالت ها و احساسات مختلفی داره. یه موقع ممکنه که نیاز به یک موسیقی شاد و پرتحرک داشته باشیم که یه خورده به ما انرژی بیشتری بده، یه وقتای آهنگای عاشقانه، ولی خب علاقه شخصی خودم بیشتر به سمت آهنگ های آروم و عاشقانه هست که
به خصوص شعرش پیام قشنگی داشته باشه و ترانه زیبایی باشه. در مورد خودم که بخوام بخونم، خب طبیعتاً سلیقه‌ام همون هستش، انتخابم همون آهنگ‌های عاشقانه و آروم هست. در خاطرم بمان زیباترین رویا توی تو، مفهوم بودنم پروانگی شوریدگی تو، خاطر یه دیدن تو، عطر خوش بودن تو، روشنی دنیای من، ای نور زندگی، روشنگری افسونگری تو، معبد آرامش من، ای همه بود و نبود، زمزمه شعر و سرود، مایه آرامش من. هزینه تولید آثارتون رو چطور تأمین میکنین؟ آیا این آلبوم رو میفروشین؟ ترانه ها رو از طریق این سایت ها عرضه میکنین؟ چطور هزینه کار فراهم میشه؟ حقیقتش جناب مکری، دیگه فکر میکنم شما با هنرمند، با توجه به اینکه با هنرمندان زیادی سر و کار دارید، خودتون متوجه این موضوع هستید که کارهای موسیقی خب متاسفانه درآمدزا نیستش برای حداقل هنرمندان ایرانی، به این دلیل که آثار با همه هزینه هایی که وجود داره به صورت رایگان در اختیار شنونده قرار میگیره و من هم برای همین آلبومی که منتشر کردم تمام هزینه ها به عهده خودم بوده و در حقیقت فقط شرکت‌های پخش کننده کارها رو منتشر می‌کنن و در معرض دید یا شنیدن همگان قرار میدن و این یک موزلیه که عمدتاً هنرمندا باهاش سر و کار دارن دیگه، که درآمدی از سمت موسیقی معمولاً عایدشون نمیشه. با این حساب با چه انگیزه‌ای در این بازار فعالیت می‌کنی؟ یعنی دشوار نیست تولید آثاری که شاید هزینه خودش رو هم بر نمیگردونه؟ با چه چالش های مواجه هستین؟ خب طبیعتاً کار راحتی نیستش و برای همین هست که من هم با همه علاقه‌ای که به موسیقی دارم و همینطور همسر من، با اینکه خب ایشون هم تخصص اصلی و درس دانشگاهیشون همین رشته بوده، به هر حال ما اینجا فعالیت دیگه ای رو برای گذران زندگی و امرار معاش داریم و کار موسیقی به صورتی که فقط اون خواسته ها و چی میگن، اون چیزی که آدم دلش میخواد در حقیقت داشته باشه و ارائه بکنه بهش نگاه میکنیم، ولی به عنوان یک بعد درآمدزای زندگیمون اصلا به این موضوع نگاه نمیکنیم و به هر حال دیگه از درآمدی که به دست میاریم از کارهای دیگه خرج کار موسیقیمون میکنیم که به دلمون هم پرداخته باشیم. الان مدتی است آلبوم شما منتشر شده، موزیک ویدیوهای مختلفی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردین. واکنش‌ها چطور بوده؟ خودتون از نتیجه کار راضی هستین؟ بله، خوشبختانه با توجه به اینکه من زمان زیادی نیست کارم رو شروع کردم و
قبلش هم خب هیچ پیشینه ای از این کار نداده بودم به دوستان و آشنایان، یعنی نزدیکانم این رو میدونستن، ولی من یهو به طور خیلی ناگهانی کارم رو شروع کردم، شاید دور از انتظار خیلی از دوستان نزدیکم هم بود. ولی از زمانی که شروع شده تا به امروز خوشبختانه میبینم که کسانی خب طرفدار سبک کاری من شدن، کارامو دنبال میکنن، منتظر آثار جدید من هستن و بازخوردها خوب بوده نسبت به آثارم. خب یه وقتهای انتقادهایی میشنوم، پیشنهاداتی میشنوم که همه اینها برای من ارزشمند هستن و مطمئنم که اگر نباشن نمیتونن به پیشرفت کاری من کمک بکنن. به عنوان مثال خب چون من توی آلبومم تقریبا هم سبک پاپ رو داشتم هم حالت تصنیف رو داشتم، خب نظراتی رو دارم که یک عده میگن که صدات بیشتر مثلا برای این سبک مناسبه یا برای اون سبک مناسبه. خب من خودم تمام اینها رو سبک سنگین میکنم و ارزیابی میکنم که در مورد خودم و سبک کاریم به یک نتیجه برسم که بتونه هم برای خود من هم برای طرفدارانم سبک خوب و ارزشمندی باشه. به مناسبت انتشار آلبومتون برنامه کوچیک خودمونی رو در لس آنجلس برگزار کردید، مراسم رونمایی از آلبوم که با استقبال مناسبی هم همراه بود، توضیح میدید که جریان چی بود، چه خبر بود؟ مراسم که برگزار شد در حقیقت برای انتشار آلبوم، ما سعی کردیم که با یک کنسرتی همراه باشه که با یک ارکستر خوب و تقریبا بزرگی بود، در خانه فرهنگ و هنر برگزار کردیم، چون برام خیلی ارزشمند بود و قداست داشت که در جایی برگزار بشه که عنوان اسم عزیز کشورمون روی اون باشه، که این مجموعه با مدیریت آقای مرتضی برجسته خواننده خوب کشورمون اداره میشه. مراسم در اونجا برگزار شد و خوشبختانه خیلی مراسم خوبی بود، کنسرت کاملا سولد اوت شد و بعدش هم نظراتی که شنیدم، خوشبختانه کسانی که اومده بودن و حضور داشتن در اون برنامه براشون مراسم خوبی بوده و با استقبال خوبی مواجه شدن. در خاطرم بمان زیباترین رویا توی تو، مفهوم بودنم پروانگی شوریدگی تو، خاطره دیدن تو، عطر خوش بودن تو، روشنی دنیای من، ای نور زندگی، روشن خب چه برنامه هایی برای آینده دارید؟ مسیر رو تا کجا ادامه میدید؟ خب دیگه جناب مکری، آدم مسیری رو که شروع میکنه، من همیشه اعتقاد دارم یا یک راهی رو نباید شروع کرد یا وقتی که شروع میکنیم حتما باید تا پایان راه ادامه بدیم، به سختی ها و مسائل در طول راه فکر نکنیم. و طبیعتا من هم زمانی که شروع کردم واقعا خب همین رو با خودم فکر کردم، تمام مشکلات این کار رو میدونستم و آشنا بودم با همه این سختی ها و موانع، ولی به هر حال برای خودم یک برنامه ریزی دارم که هر از گاهی کاری رو منتشر کنم و الان آلبوم بعدی رو در دست اقدام دارم که دو سه تا آهنگش آماده در حال آماده شدن هست و اگر که بشه برای تابستون بعدی هم برنامه ریزی کنسرتی رو داریم، آروم آروم انجام میدیم در لس آنجلس و به هر حال این راه رو ادامه میدم دیگه. حالا تا جایی که توان داشته باشم حتما سعی میکنم به بهترین نحو ممکن ادامه بدم.
الهام عزیز از شرکت در این گفتگو سپاسگزارم. برات آرزو موفقیت دارم در ادامه برنامه ها و پروژه‌ای که در پیش داری. یک دنیا سپاس از لطف شما. منم بسیار از شما ممنونم که من رو به برنامه خوبتون دعوت کردید. برای شما و تمامی همکارانتون در این شبکه خوب هم آرزوی موفقیت دارم. این صدای آمریکاست.